اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. باور نداشت سید کشمیری در لحظه فریب معنای مرگ باشد. می گفت خدعه کردم. می گفت فرق میان خدعه و نیرنگ و تقیه نیست. با تقیه می توان یک ملت بزرگ رها را در بند کرد. می گفت می توان صف در صف جوانان را با خدعه در صبح سرد و تلخ اوین میران. آمد چونان تقابتی که خودش بود و خدعه را به گردن ما آوید. یک لحظه بود وقتی آوار وهم خیش بر شانه های مرگ رهاش از پله ها فرود آمد. دستی به دست موسیو حلخابه تمامی دنیایش آن هیچی بزرگ آن خنجری فرو شد در شانه های ما. چشمان دردمندم را میبندم بر خدعه بزرگ. علیرضا نوری‌زاده 31 ژوئیه. پایان ما رسیدیم. دوم امرداد ماه به شما سلام. این ماه امرداد یا اونطور که ما میگیم مرداد، و امرداد نامیراست، مرداد یعنی مرگ، ماه بزرگی است تو تاریخ ما. ماه بزرگی است از خیلی جهات. یعنی به مشروطه که برمیگردیم 14 مرداد رو داریم، اون روز خیلی مهمه. این آخری ها یادم حتی جشن مشروطیت هم کسی که بهش اعتنا نداره. خدا بیامرزه مرحوم تقی‌زاده تا زنده بود به هر عضو سنا بود و وقتی جشن مشروطه رو میگرفتن تقی‌زاده اونجا بود. نمادی از انقلاب مشروطه حضور داشت. این رجال که یکان یکان رفتن در واقع اون طعم و عطر مشروطه هم پرکشید. در بهارستان یه بویی از مشروطه نبود. تو مجلس سنا چند تا از این سناتور پیر مردا بودن. فرخ معتصم سلطنه بود، اینا بودن، یادی از اون روزگاران بودن. در اصولا سنا برای این بود که پیران سیاست در اون حضور داشته باشه. و رژیم جمهوری اسلامی آمد جای اون خبرگان رو. یادم نمیره تو مجلس سنا آدم و برجستو هم مثلا محمود جم پدر تیمسار جم که خودش هم نخست وزیر بود، اینا سناتور بودن از این نوع. سپهب و جانبانی معروف پیر مرد اون سناتور میشوند. آدم های برحال برجسته ای بود. حالا شما محمد حسینی ننکران نگاه میکنید تو مجلس خبرگان چرت میزنن یا انگوششون تا نصف لفظه دماغشون خوابشون بوده مونده. قیافه ها دیدنی اینا. بعد به هر کدوم از دیگه دفتر و دستکی هم تو ساختمون مجلس سنا دادن دفتر و دستک و رئیس دفتر. همین متی که اومده بود رئیس دفتر یکی از دو بود و داستانا تعریف می‌کردشون. اینا خیلی جالبه. مثلا شما فکر کنید سالی دو بار خیلی زور بزنن، سالی دو بار جلسه دارن. تو اون جلسه دو بار که میان 5 دقیقه اول بیدارن. مقام معظم رهبری به به. رهبری های داهیانه خردمندانه درود بر رهبر دولاراس میشن. مراتب نوکری و عبودیت رو ابراز میکنن. بعد میخوابن.
اون رئیسشون هم که باز از اینا خوابتره، اونم نیست. البته آقای دکتر مهاجرانی برای این باور بود که آقای جنتی روشی روزانه 200 شنا میکنه. نمیدونم چی میگم، برای یه چیزای آدم گاهی اوقات میشنوه که براش عجب. باری 15 میلیون تومان به اینا حقوق میدن و مواجه با هزینه هزینه سفر و غیره که اینا به اونجا بشینن تعریف کنن، ستایش کنن از مقام معظم لحظه. من واقعا داشتم نگاه میکردم، همه ما ایراد گرفتیم وقتی شاه لقب آریامهر رو انتخاب کرد. حالا میگن دکتر صورتگر اینو درست کرد، پیشنهاد کرد، نمیدونم کی این کارو کرد، ولی در اون فضا و شرایط خود کلمه شاه زیبا بود. شاه خود شاه امضا میکرد، کاخ مرمر شاه، خیلی خوش پادشاه بودم اینا رو حالا اونا رو در مراسم رسمی اینا یه نفر دو نفر میگفت، ولی گمان نمیکنم که خود محمد رضا شاه هم خیلی دلش می‌خواست که اینجور لای زرورق بپیچنش و به کلی شاه رو از مردم جدا کرد. بعد از سوء قصدها شاه هم دیگه رغبتی نداشت بیاد بره. من بارها براتون گفتم تو بالکن محضر پدرم تو کابل پهلوی من میستادم اونجا، همون سرایش ها پایینش سر کوچه سیمرغ، بارها شاه رو دیدم مدرد شد. بچه که بودم که تو ماشین کرسی میرم، بعدن هم با روزوز یادم با ملک حسین مثل یه بار بدن رد شدن، ملک حسین هم جوون و کوچولو ماشین سرباز روباز یا به قول معلوم اومدن از جور رد شد، راحت مردم واسه دست میدادن. بعد شاه رو کردنش هلیکوپتری، یه شاه فقط با هلیکوپتر میره. و شما اینجوری مردم رو نمیبینید. اول که پادشاه بود و ملکه ثریا بود، بعد نخست وزیر هم حرف میزد. من نخست وزیرا رو دکتر مصدق رو نه در عید، ولی یه شبهی است، ولی تیمسار زاهدی رو قشنگ یادم، علا رو قشنگ یادم، صداش قشنگ یادم، دکتر اقبال رو که قشنگ یادم. و این آخری ها ولیعهد هم یه چهار کلمه اضافه نخواستن. علم توی یاد داشتاش جا به جا می نویسه، وای میگه خودم بدم اومد، میگه از خودم بدم اومد از اینکه دست مال ابریشمی دستم. خودشم چند روز پیش گفتم بهتون مراسم یاد بوده در گذشت پادشاه بود. خب خیلی از ایرانی ها رفته بودن، آقا جمال هم که خب همیشه هستی و جزو چی میگم اهل بیته، و تیمی هم تهیه کردن. ما دیروز یه تیکه کوتاه پیروز پخش کردیم براتون، ولی الان فیلم کامل تری هست. بگذاری این رو با هم ببینیم، بعد بریم سراغ مطالب روزه. 198 39 سالگرد در گذشت همسر دلبندم محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه فقید ایران است. او عاشق ایران بود، آرزوی جز صلح و رفاه و پیشرفت برای ایرانیان نداشت. در دوران پادشاهی او ایران در رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زبانزد جهانیان شد. به دفاع از صلح و همزیستی در خاورمیانه برخاست و امید به آینده‌ای بهتر را در دل مردم جوامع فرومانده زنده کرد. بر این باور بود که ایرانیان تنها در چهارچوب برادری و همزیستی با دیگران قادرند به بالاترین آرمانهایشان دست یابند و در استقرار صلح پایدار در جهان و پیشرفت روزافزون جامعه بشری سهمی در خور فرهنگ پویا و دستاوردهای تاریخی خیش ایفا کنند. در دوران پادشاهیش زنان به حقوق سیاسی دست یافتند و کشاورزان مالک زمینی شدند که در آن زراعت می‌کردند.
در پاسداری از محیط زیست و در گسترش رسانه‌های ارتباطی ایران در جهان روبروشت پیشگام بود. برای نخستین بار در تاریخ کشور به مبانی بومی شدن دانش و تکنولوژی مدرن پا گرفت و در میان دهه 50 ایران تنها کشوری رو به توسعه بود که در آن جذب مغزها و فرار مغزها پیشی گرفته بود. هنگامی که در سال 1355 او باز شدن فضای سیاسی کشور را بشارت داد، ایران به سوی نظامی مترقی و جامعی آزاد و پیشرو رهنمون شده بود. آینده ما به یقین آینده‌ای بس درخشان می شد اگر گروهی از مردمان واپسگرا و همراهانشان راه پیشرفت ایرانیان را چنین وحشیانه سد نمی کردند. و باعث دلگرمی من است که پس از سالها دروغ و دشمنی و خیانت هممیهنان من به ویژه جوانانی که پس از این فاجعه به دنیا آمدند هر روز بیشتر به خدمات دو پادشاه بزرگ ایران واقف می شوند. آشکارا دانه هایی که با ایمان و عشق کاشته می شود هرگز خشک نمی شوند. بی تردید نور بر تاریکی و آزادی بر خفقان پیروز خواهد شد و ایران ققنوسوار از خاکستر خود برخواهد خواست. سپاسگزارم از رئیس جمهور السیسی که امکان برگزاری این مراسم را به ما داده است. سپاسگزارم از خانم جهان سادات که در تمام این سالها با حضور خود در این مراسم باعث دلگرمی من و خانواده ام بود. سپاسگزارم از هممیهنانی که از کشورهای مختلف و نیز از ایران به یاد شاهنشاه فقید ایران در این مراسم حضور یافتند. به ویژه از سوی خود خانواده ام و هممیهنانم به روان پاک رئیس جمهور فقید مصر محمد انور سادات درود می‌فرستم و از او و دولت و ملت مصر که در شرایطی بسیار سخت پادشاه ایران و خانواده ما را مهربانانه در کشورشان پذیرفتند سپاسگزارم. بله، این هم پیام پیشین ایران بود. چقدر صدای غمگینی داره. اون زمانم در اوج شادی این غم تو صداش بود، الان خیلی بیشتر شده. طبیعتاً سن آدم بالا میره و بعد دو داغ بزرگی که در این مادر وارد شد که من همیشه باور داشتم، هنوزم باور که شهبانو میباید جلو میومد، هم جایگاه قانونی داشت، تا امروز یک کلمه نتونست علیش کنه. خیلی کمک میکنه اگه حضور فعال در صحنه داشت، ولی خب او هم لابد معذوریت های خودش رو داره. به هر حال افسوس میکنم یک بانوی روشنفکر، بانویی که این همه در اندیشه فرهنگ و دانش و آزاد اندیشه بود، باید 40 سال در غربت این روزهای تلخ سر. امیدوارم بالاخره یه روزی ما در این سرزمینمون از عقده 28 مرداد و البته به عمل 57 آزاد خواهیم شد، از عقده مجاهد و فدایی و توده‌ای و غیره جدا خواهیم شد. اون وقت راحت میشه قضاوت کرد. جایگاه مصدق رو به او داد، جایگاه محمد رضا شاه رو داد، جایگاه رضا شاه رو داد. یک ذره ما انصاف پیدا کنیم همه مشکلاتمون حل. اولا تعصب نورزید. تمام انسان ها دارای نقطه ضعف ها و
خوبی ها و اسمشون هم بدی ها خطاها هستن. فکر نکنیم اگر از محمد رضا شاه ایراد گرفتیم این دلیل برای اینکه مثلا دوستش نداریم یا آدم خیلی بدیش میدونیم. نه اصلا اینطور نیست. شاید بعضن به خاطر اینکه میخوایم این تصویرش خدشه‌دار نشه علاقه مندیم تمام اون قضایه مورد بحث هم اشکای ندیم. بله خبر دیگری که انتظارش میرفت این که آقای نجفی وزیر پیشین شهردار سابق تهران به قصاص محکوم شد. این قانون وحشی آدم در هر جاشوگی نگاه میکنه مشمئز میشه. یک انسان جنایتی کرد، خطایی کرده، تا ابد بگذاری زندان. این کار جنایتی کرده، خطایی کرده، اونجا هر روز یادش بود. شاید 10 کتاب نوشت، شاید آدمی بود که اینقدر متنبه شد که تلاش کرد تمام باقی مانده عمرش رو در کارهای مفید و سودمند سر بود. شاید مثل ایشون ریاضی دان بود، ضعف و 2 بخش بزرگ ریاضی جدید رو حل کرد. قانون قصاص نه برسترش رو بکش که همچی دل مادر دختر خونک بشه. نه قصه به این سادگی ها نیست. اخوی ایشون که مدنی حرفا رو میزنه، خود این آقای اخوی به کمک آقای نجفی در شهرداری شغل گرفته. آخه یه ذره انصاف داشته باشه. همینجوری که ما نمیتونیم ما برم بخوشش تموم بشه. یه نفر بر من نوشته آقای نوریزاده شما از آقای نجفی طوری گفتید که انگار ایشون ملکه پاک قمنه و فرشته خداست، جبرئیل. اولا من به اون چیزا که اعتقاد ندارم، به اضافه که من هم چفی ندارم. گفتم این آقای نجفی اگر امروز با این مصیبت رو به روز، درسته 7 رو کشیده زده در اون حدی که گفته و خودش اعتراف کرده و بقیه گفته، ولی این به منزله این نیست که آدم جنایتکاریه. بحث من سری این بود در زندگی خصوصی فیلمش شما یه آدم منافق هشرنگ میبینی که اول پونز میکرده بی پیشانی دخترها، حالا اومده خود از زندگیش متمتن بشه، ادای اصلاح طلبی هم داره مثل خواهرزاده آقای خاتمی. وای چقدر این پسر گلو من میبینم پیرمرد شده دیگه، 6 تو مجلس شده یه کلمه حرف نزنی، روزی هم که بیای حرف بزنی سکوتتو بشکنی بری از مقام معظم رهبری ستایش کنی. شگفتی آور واقعا. واقعا آقای خاتمی این خواهرزاده تو بهش بگو آقا بسته دیگه، بسته لوس شده دیگه، برم اون باقی میوه و میوه تو در گلابیه رو برو بفروش زندگی کن، بسته. واقعا بعضی از این نمایندگان بودنشون اسباب ننگه و بعضی که تعدادشون خیلی از انگوشه دست کمتره به جان و دل میزنن که بیان و حتی اقل وقتی رفتن خیالشون آسوده باشه، وجدانشون که یه رسوا رو واقعا رسوا کرد. اینا خیلی مهمه که بهش توجه داشته باشه. بعد آقای نجفی وکیلشون تقاضای تجدید نظر کردن، اپیل کردن به قول من خانواده، بعد با خانواده همسر متوفای ایشون تا کجا میخواد بره. چون این خانواده با قصاص آقای نجفی آیا عزیز زنده میشه میترای استاد برمیگرده با آقاش خانوادهش؟ نه، باید مادر داغدار، برادر، فامیل، خانوادهشون پیش خودشون بشتن فکر کنن که با کشتن نجفی دختر اونا که زنده نمیشه. آن کس که باید محاکمه بشه دستگاه اطلاعات ولی فقیه که پرستو بازی رو کشور راه انداخت. یه دوست من تو دبی میگفت افتضاح شد، افتضاح شد.
میشن میان اینجا. حالا تارگیتشون مسئولان حکومت امارات، رژیم اخلاقمند جمهوری ولایت فقیه، کادر پرستو استخدام میکنن. شما فکر کنید آگه هم دوست دارم بدن قدیما میدن که مثلا بیمارستان شفای عیاییان دو تا پزشک و سه تا نس استخدام میکنن. میگن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یا سازمان اطلاعات سپاه به رهبری جناب آقای حسین طائب دست تصمیم داره چند پرستو استخدام. پرستوها باید قدشون از 1.68 کمتر نباشه، وزنشون از 50 کیلو بیشتر نباشه، خوشندام باشن، نه به قول مادر و خواهرشون، به قول ماها که معاینشون میکنیم، خوشندام و خوش‌چهره باشن و آمادگی فداکاری و ایثار در راه اسلام ناب انقلابی محمدی، مقام معظم رهبری، امام زمان، فاطمه زهرا، حسین شهید همه رو داشت. مشتاقان بشه تابید که قفلت موجه پشیمون. فردا صبح با در دست داشتن مدرک لطفاً چادر چاق شده مزه توالت حسابی خودتونم درست کنید، بهترین لباستونم ببوزید، حجابتونم بعد حجابی بود مهم. آقای وزیر دوست دارن، آقای حسین طایب علاقه دارن، سردار زیبایی نژاد هم خیلی دوست داشت. تشریف بیارید در محوطه عظیم کاخ وزارت اطلاعات. تشریف بیارید. باهاتون مصاحبه میشه. خواهران آزمایش‌های فیزیکی هم ازتون میکنن. وقتی همه نوع آمادگی رو داشتید با رتبه 4 در وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه استخدام خواهید شد. مدت عملکردتون حد اکثر 5 سال. ولی اگر خیلی ازتون راضی باشن، چندین نجفی رو به زمین زده باشی، ممکنه که 2 سالی هم تمدید بشه. در پایان حقوق کامل بازنشستگی دریافت کنید. شاید هم یکی از برادران علاقمند بشه آب توبه سرتون برسه باهاتون عروسی. فکر می‌کنم شوخی دارم باهاتون می‌کنم. خدا شاهده. من با سحر گرف زدم اون زمان صحبت پرستو اینا نبود، ولی قشنگ جزئیاتو بر من گفت. این حالا علاقه من شد به سعید امامی، موسوی نژاد به این علاقه من شد، اکبر خوشگوش هم به این علاقه من شد. برای همین به محض که اینا رو گرفتن زندان اینا، اکبر این خانم رو برد در یه آرایشگاهی که مال فامیلشون بود، موهاش رو بور کرد، برنامه‌ریزی کرد که از طریق مالزی اینا رو بره بیرون. بهشون هم گفت من الان تو شرایطی هم که نمیتونم، ولی این پول میفرستم تو مالزی، یه مدت اونجا باشیم آب از روسیا بیفتیم، بعد میام خودم دست جناب عالی رو میگم محبوب من میریم ازدواج میکنیم. یک مادری داشتیم سحر، مادرش هم دیدنی، 200 کیلو گوشت خالص و دیدنی هم بود. او برای من یه مقدار تعریف کرد، من اصلا یعنی تصور من مشکل بود. خانه اسلامی کرج رو خودم، هدایت اسلامی رو خودم فاش کرده بودم، ولی اون یه قصه دیگری بود. یه دختر بی سرپرست بی پناه فراری از خونه در چنگ این آقای منتظری، هیچ ربطی هم به مرحوم منتظری رو خانواده‌اش نداره، اونم اسمش منتظری از قضات اینا. ولی گفت داستان اون یه چیز دیگه، اونا اجاره میدادن دخترم. ولی وقتی سحر برای من صحبت کرد که چجوری آدمی رو انتخاب میکنه، میفرستن فلان اداره، سفارت خونه مگه اون داستان آلمانیه نبود؟ بعد حکم اعدامش هم صادر کرد. واقعا میگم هر وقت فکر میکنم چه چیزی رو میشه از رژیم جمهوری اسلامی به عنوان یه پوانه مثبت، تو واقعا یه پوانه مثبت هم بشه بدیم، چه پوانه مثبتی رو به رژیم بدیم؟ چه عملی انجام داده که
هر حکومتی میتونه بباله به خودش بگه من این کار انجام. متاسف به قول خود آقا هیچ، دقیقا هم باید گفت هیچ. اجازه این درنگ کوتاهی بکنیم. با درود دوباره خدمت همه هموطنان عزیزم، حرفی آقای ترامپ زده، یه توییت کرده، مثل همه توییتاش به هر حال توییتایی داره که آدم خندش میگیره، بعضی عصبانی میشه، بعضی میگن آدم هیچی سرش نمیشه، به هر حال توییتای یه عادتی که داره، تا پا میشه یه چیزی حس میکنه زود مینویسه. من که اوقات خیلی دلم میخواد یه چیزی بنویسم، ولی تأمل میکنم، حالا بنده ایشون رئیس جمهور یه مملکته، ولی این توییتی که زده میگه ایرانی ها در هیچ جنگی زمانهای اخیر رو مثلا قرن اخیر پیروز نبودن، ولی در مذاکرات همیشه پیروز شد. حرف قابل تأملیه، در صورتی که آدم معاهده گلستان و ترکمانچه رو از یاد ببره، وقتی میشه گفت آدم پیروز بوده، 17 شهر قفقاز رو از یاد ببره، هرات رو از یاد ببره، ترکستان رو از یاد ببره. این که در مذاکرات ما موفق بودیم، در گذشته یکیش به دلیل وجود دیپلمات‌های برجسته‌ای چون مرحوم حسین قلعه‌فری، مرحوم جعفر رائد بود، مرحوم جعفر ندیم بود، مشایخی بود، دکتر تاجبخش بود، دیپلمات بودن به معنای واقعی کلمه. دکتر قاسمی در همین ماجرای قرارداد 1975 با عراق فوق‌العاده عمل کرد، تمام شرایط ایران رو به عراق تحمیل کرد، تمام شرایط، خط القرض رو، صدام زیر بارش نمی رفت، در مورد شط العرب، دیپلمات های ایرانی با حوصله، با درایت، اردشیر خان زاهدی با هدایت این تیم ها قرار داد و بستن. یا در مورد بحره، حالا خیلی ها ممکنه حالا روی بخار معده حساب ادعا کنن که بله آقا شما بحره رو از دست داد. همون موقع هم تو مجلس آقای پزمرون پزشکور بلند شد و داد و قالی کرد، ولی آیا عملی بود پس گرفتن بحرین رو؟ 150 سال بود بحرین زندگی خودشو کرده بود، هویت عربی پیدا کرده بود، عضو اتحادیه عرب بود، اصلا یه حکایت دیگری داره. خب بعد تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس که دو مستقلش اون وقت این طرف عربستان و کویت بود و اون طرف هم سلطان‌نشین عمان، آیا اجازه میدادن یا میپذیرفتن که ایران لشکرکشی بکنه؟ دنیا میذاشت، آمریکا اونجا ناوگان داشت، انگلیسا داشتن. شاه به بهترین و با درایت و باز در پس دولت مردان، سیاست مداران، دیپلومات هایی که دلشون برای ایران خانم میتپید و مساله ملی رو در نظر داشتن، در واقع برگزاری همه پرسی در بحرین یگان فرمول بود، غرور و اعتبار ما ایرانی‌ها رو نگه می‌داشت، مانع از بروز یک بحران اساسی می‌شد و ما هم بهترین روابط رو با اون روز امارت و بعد پادشاهی بحرین برقرار کردیم. باورتون نمیشه ما اولین جز اولین گروه‌هایی بودیم که رفتیم. این مقامات بحرینی چی کار می‌کرد؟ تمام تسهیلات یک برادر کوچکتر رو در اختیار برادر بزرگتر قرار داد. بانک ها، مؤسسات بیمه، مؤسسات واردات، صادرات، نفت، غیره غیره در اختیار ایرانی ها. اینا رو یادمون باشه، قدرش رو بدونیم. اما اوکی، شاه گفت ملت من و من همه پرسی رو میپذیریم.
اما تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا مال ماست و کسی حق تعرض به اینجا رو نه. بدین ترتیب ماجرای فرمول بحری اونجوری هر شد، بعد ما سه جزیره همیشه ایرانیمون رو پس گرفت. در مورد جنگ ایران عراق همون بقایای اون تیم دیپلمات‌های برجسته، ما از روزگار میر سعید خان دیپلمات داشتیم و دیپلمات تربیت کردیم. همون تیم در پایان آزادسازی خرمشهر مکلف بودن به گفت. بعضی‌ها می‌رفتن آقای سعدون حمادی میمد، آقای مشایخ فریدنی یا یکی دیگه اونجا گفتگوی مقدماتی رو میکردن تا بعد دیدار وزرای خارجه صورت. همه چیز به خوبی پیش میره. سعود الفیصل به همراه سوال احمد امیر فعلی کویت وزیر خارجه و همینطور دیپلمات‌های از امارات در گفتگو بودن. اصرار داشت که الان که ایران خرمشهر رو فتح کرده، ارتش سوم عراق رو نابود کرده، با توجه به اینکه خرمشهر رو پس گرفته، تمام اراضی حاصلخیز خوزستان رو برگردونده در اختیار داره، به نفع ما صلح کنیم. عرب ها هم 60 میلیارد دلار در یک صندوق بازسازی میگذارن. اونا از همونجا آخوندها رو میشناختن، میخورن. گفت در یک صندوق بازسازی میزن زیر نظارت سازمان ملل برای بازسازی مناطق جنگ زده و پذیرفتن. رفسنجانی تو خاطراتش خوش مینویسه اینو رفتن پیش خمینی. همین آقای سبزوار، این توضیح راجع به سبزوار بدم، اینی که من میگم ایشون جلوی راهن رو گرفته، اصفهان یه راهن داشت که از قبل بوده، اون سر جاش. نه، این خطی که به شیراز کشتن برای راهن سری بود، خطی که 3 ساعته به اصفهان میرفت، این رو حاج محسن سبزوار جلوشو گرفت. به هر حال اینا رفتن با آقای خمینی گفتن امام ما 4 روز دیگه، همین آقای رفسنجانی هم بود، 4 روز دیگه بصره رو میگیره و خود به خود صدام سرنگون. اینطور که احمد آقا بعدن یادآور میشه، آقای خمینی میگه بازی نخورید، اینا پدرتون در میارن، محال بگذارد شما وارد خاک عراق بشین. عرفات میاد ایران، میره پیش خمینی مستقیما میگه امام تا امروز شما مظلوم بود، طرف تجاوز قرار گرفته بود، بگذارید این حمایت بین المللی از شما حفظ بشه. آقای خمینی نگاهی بهش میکنه، خود عرفات اینو برای من و مرحوم رفیق عزیزم ناصر مطلقی تعریف کرد. در تونس بودیم شبی نشسته بودیم و او برای ما داستان رو. خب بعد دیگه 6 سال دیگه جنگ کردیم. منظورم اینه ما اگر در مذاکرات می رفتیم جلو موفق میشیم. بعد رسیدیم به مذاکرات قطعنامه 598. خب در قطعنامه 598 آقای خمینی نپذیرفت. 7-8 ماه بعد که دیگه دیدن صدام داره تمام مناطق پس میگیره، ناچارن پذیرفتن و بعدش خوب مذاکره کردن، مسیر کارم به نفع ایران اومد. صدام اون حماقت بزرگ رو مرتکب شد، رفت به کویت حمله کرد، کویت رو اشغال کرد و برای ایران فرصتی پیدا شد تا تمام مصائب تاریخیشو حل بکنه و بعد بیاد تو سازمان ملل خود بده که صدام آغازگر جنگ بود. این خودش مقوله‌ای بود که همیشه مانع از صلح میشد، اما برای آقایون مصالح ملی ایران مهم نیست، دکانی که آقای حاج قاسم درست کرده مهمه، کمیته بازسازی عطای مقدسه. چیکار کردن؟
در این کمیته که اومدن گذاشتن اونجا گفتن عراق نمیخواد به ما، لازم نیست به ما کامپنسیشن بده، غرامت بده. همین پریروز عراق 254 میلیون دلار به کویت داد، قسمندی کرده دیگه. فکر کنید از 2001 الان 2019 است، 18 سال عراق داره سالانه صدها میلیون دلار به کویت میده بابت خرابکاری های صدام. قبلش هم ولی ما رها کردیم. نه ما صاحب کرامتیم، ما امام حسین برامون مهمه، دو طفلان مسلم قبرش رو میخوایم بسازیم، خدا رو خوش میاد بریم از آقای مالکی پول بگیریم، ما باید بهش پولم بدیم. این حرفا چیه؟ در نتیجه مصالح ملی ما فدا شد. بله ما مذاکره کنندگان خوبی هستیم، قطعا مذاکره کنندگان خوبی هستیم و ما قادر بودیم اگر یک مذاکرات درستی صورت میگرفت از آمریکا هم امتیاز بگیریم. و این واقعا اسباب تأسفی که آدم عین یک آدم گول و همینجوری دور خودش بچرخه. اوضاع احوال مقام معظم رهبری و حکومتش امروز خیلی جالب بود که دو تا کشتی چینی دیروز که حامل گاز ایران بودن توسط سنگاپور توقیف شد. این دیگه جبل و طارق نبود، دولت بریتانیا هم نبود، قانونا اینا توقیف شد. حالا جمهوری اسلامی با چونه بزنه، به اعتقاد من محاله که در این ماجرا جمهوری ولایت فقیه برنده بشه، بازنده اصلی است. یه حجت شام آقا میری خیلی بامزه است، بخصوص وقتی خلع لباسش کردن گاهی حرفای جالبی میزد. آقای پومپیو اظهار علاقه کرده بود که آقا من دوست دارم بیام ایران با رسانه‌های ایرانی گفتگو کنم. در حال حرف مهمی بود. من بیام تو ایران، آقا آی ظریف تو داری میای کشور ما از همه وسایل استفاده میکنی، خانم امانپور که دائم آماده است که به شما میکروفون بده و تصویر. ببینیم آقا میری چی میگه. گوش بده. سلام، وزیر امور خارجه امریکا درخواست داشته که بیاد ایران و مستقیم با مردم ایران صحبت کنه. اون آقایونی که وقتی میرن سفر به سازمان ملل و نه به امریکا، اما در کنارش میرن تو دانشگاه حضور پیدا میکنن، با مردم امریکا تو رسانه ها مستقیم صحبت میکنن، باید بدونن که کارشون یه همچین توقعاتی هم ایجاد میکنه. و قبل از این که ایشون درخواست بکنه، منطقش این بود که شما پیشنهاد بدید که شما هم میتونید بیایید و تو دانشگاه مستقیم با دانشجوی ما صحبت کنید، اما بعدش هم پرسش و پاسخ هست و باید پاسخگوی ادعاهایی که میکنید هم باشید. این به مکتب ما نزدیکتره، به دین ما نزدیکتره، باعث میشه که تو دنیا ما غیر منطقی جلوه نکنیم. و الان که شما بری از امکانات اونا استفاده بکنی اما جوابگو و پاسخگوی اونها نباشی، این خیلی کار غیر منطقیه. قشنگ نیست. مخلص. خیلی جالبه آخوندی که خلی لباس میشه بلوز آستین کوتاه. اون قبلا بود دوستمون که اهل سینما بود، راجبه اینگمار برگمن صحبت بود، خودش خانمش میسیستن روبرم گیتار میزد، چه سازوحالی داشت. به هر حال ولی خب حرف معقولی میزنه آقای آقا میری، میگه بابا جان شما که میگید اون حالا بذارید بیاد دانشگاه تهران سخنرانی کنه. این تفاوت دموکراسی و حکومت سرکوبگر. در دموکراسی دشمنت هم میتونه بیاد از تریبونت استفاده کنه، بری تو دانشگاه هاروارد صحبت بکن، بری دانشگاه UCLA حرف بزن. ولی در جمهوری ولایت فقیه چنین حقی رو برای خود مردمش قائل نیست. وای به حال وزیر خارجه ایالات متحده. چه اتفاقی داره میفته؟ اینطور که من در پس پرده و لابلای سطور رو مطالعه میکنم، پیوند بین ایالات متحده و اروپا به سرعت داره مستحکم میشه. روابط با انگلیس که اصلا خالی از شوائب است. و به نظر من هرچه جمهوری اسلامی از این اطفارها دراره، هرچه جمهوری اسلامی موشک بالستیک آزمایش بکنه،
اوضاع و موقعیت جمهوری اسلامی بدتر خواهد شد و من اعتقاد دارم زیادم زمان نداره. انتخابات ریاست جمهوری دوره آینده احتمالی که تقارن پیدا بکنه با بدتر شدن حال آقای خامنه‌ای. یه رفتم گفت آقا پدر آقای خامنه‌ای عمرش چقدر بود؟ شما چشون منتظرین که ایشون به رحمت خدا بره؟ گفتم من چنین پیشنهادی نمی کنم. الاعمار به ید الله، خدا تصمیم میگیره کی بمونه کی بره. ولی آنچه برای من اهمیت داره اینه که آقای خامنه‌ای الان توی این شرایط آب خوش از گلوش پایین نمی، هر لحظه وحشت زدن بر سر مشتبه چه خواهد، همش داره به این مسئله فکر کنه. داستان احمد خمینی تکرار خواهد شد. جرعه سمی که باید به من داده بشه کجاست؟ تو بشه اینا با اینا زندگی میکنه. یعنی وقتی شما وجودت دیگه صاف نی، دلت پر از نفرته، کینه هم باشته شد، نمیتونی فکر کنی، درست نمیتونی فکر کنی. جهان برات یه جهان کوچولوی بیرنگ و روز که خب حالا نعمتی هم توش هست و حتی قدرت خوردن رو نداری. در واقع این نگرانی همیشه با دیکتاتورها هست، همیشه این نگرانی دارن بعد از ما چه میشه، پایان ما چگونه رقم زده خواهد شد. اینا همیشه هست و دیکتاتور در درون خودش، خودش مشغول ویران کردن خودش. یه فیلمی دارم براتون پخش میکنم فردا و در اون خواهید دید دیکتاتور با خودش چه میکنه. بعد درست این دکتر جکیل و مستر هاید دارای دو چهره است، کاملا این چهره با هم در تضاد. اگر اون چهرهش رو بشناسی باور نمی کنی این آدم میتونه این یکی بشه، این چهره هم داشته باشه. براتون بخشش میکنم، خیلی جالب. تو خبرها دیدیم که این که به شما میگم اروپا روز به روز نزدیکتر میشه، آقای مکرون بنا به تقاضای آقای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و قبلش هم ظاهرا خانم ترزا می گفته بود، در اندیشه اعزام ناوگان جنگی فرانسه به خلیج فارس. حالا آقای ترامپ رسما از آلمان خواسته، از صدراعظم آلمان خواسته که از خانم آنگلا مرکل که اینجا دیگه باید تشریف بیاره. من تنها نمیرم این کارو بکنم، شما باید مسئولیت بپذیرید. این نفتی که داره از خلیج فارس میره بخش عمدهش پیش شما میاد، پیش پیش من، پیش هند میره، پیش کره میره، پیش چین میره. به این دلیل من بر این باورم که ما در فاصله 4-5 هفته دیگه حضور گسترده اروپا و آمریکا رو با هم در خلیج فارس خواهیم. هیچ تردید نه، این مسیری که آقای خامنه‌ای داره طی میکنه مسیر خطرناک. شاید همونطور که گفتم الان اندیشه یه جنگ بزرگ به ایران حمله کردن در دستور کار نباشه، ولی توی فایلی روی میز هست و در چنین شرایطی هرچه پیوند اروپا با امریکا بیشتر بشه ما بیشتر ضرر می‌کنیم. حالا بود آقای صالحی بیاد بگه به به چه چه به به آب سنگین عراق رو شروع کردید، شما متعهدید که آب سبک بکنید نه آب سنگین. دست بزنید یک موشک بالستیکی هوشیار آزمایش کرد. فکر کنید اسرائیل داره میگه خود بی سر و صداش در نمیاد به خاطر اینه که اسرائیل ها وحشت زدن جمهوری اسلامی از جنگ میترسن. نه، اسرائیل به شدت به یه جنگ نیاز داره، به شدت. در این فاصله آیا عقدی در ایران به کار خواهد افتاد؟ و اصولا این عقل هست، عقل مقفول است، عقل چیه؟
ما وقتی که یه ملتی گرفتار حکومتی میشه که افتخارش 13500 امامزاده بی اصل و نسب و بی هویت، چگونه انتظار دارید که این حکومت و این دیکتاتوری موفق بشه که مشکلات کشور حل بکنه، موفق بشه با مردم مصالحه داشته باشه، از در آشتی در آن چگونه انتظار؟ کشورها گاه به علت جنگ و از این مسائل بزرگ و کوچک میشن، اما اعتبارشون اگر اعتبار کسب کرده باشه به این سادگی از بین نمیره. رژیم جمهوری اسلامی آمد که توی 40 سال اعتبار، منزلت و جایگاه ایران رو نابود. هیچ دشمنی با ما کاری رو نکرد که این آقایون در لباس دوست کرد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارد. Thank you.